درود دوستان عزیز، امیدوارم که خوب و خوش باشید. مهدی میرقادری هستم. من هم خوب هستم. همه دوستان رو سپاس میگم. یه نکته خواستم بهتون بگم، باز هم در مورد زلزله. ببینید، زلزله ای که ترکیه اومده، اونم نه یک زلزله، دو زلزله با قدرت بزرگی 900 برابر زلزله خوی. این زلزله ای که اومده بعضی از راه‌های شهرها رو کلن از بین برده، یعنی راه چند تا از ایلچه ها یا مناطق کوچیکتر شهری از بین رفته، هیچ راهی وجود نداره برای امداد رسانی و خب غیر از هلیکوپتر. این باعث شده که کار امداد رسانی کند بشه. اصلا قابل مقایسه با جمهوری اسلامی نیست این زلزله که هیچی. اگر همون 6 ریشتر، نمیدونم 6 و نیم ریشتر، تو خود همون تهران بیاد، با فاجعه انسانی ما روبرو میشیم. یه موقع فکر نکنید حالا 4 تا فیلم و این سایبری های سپاه میذارن که آقا مردم ترکیه هم زیر آوار موندن و نمیدونم مردم ترکیه ان شدن و ول شدن. نه، اینجا با تمام جان و توان دارن امداد رسانی میکنن. نزدیک 100 میلیارد دلار آقای اردوغان بودجه گذاشته برای این داستان زلزله و اینجور نیست که پول زلزله مردم رو به حوزه علمیه قم بدن و به حوزه علمیه نجف بدن و سپاه بدزده و نه، خیلی منظم داره کارها جلو میره. چیزی که از دستشون برمیاد واقعا دارن انجام میدن. من شاهد عینی هستم و دارم میبینم. به هیچ وجه فریب این تبلیغات مسموم رو نخورید. تو کانال های به خصوص سایبری سپاه اینها تبلیغ میکنن که مثلا خودشون رو هم سطح اردوغان کنن و بگن نه اینها هم همین هستن، مردم ترکیه هم موندن زیر آوار و جان پناهی ندارن. نه، اینجا بسیار عالی داره امداد رسانی میشه، بسیار غذاها داره توزیع میشه، بسیار چادرها داره، 24 ساعت دارن تلاش میکنن برای آوار برداری. یه چند تا شهر هستن راه کلن از بین رفته، یعنی راه ورود نداره. میدونید راهسازی کار آسونی نیست و فقط با هلیکوپتر باید برن و این اصلا قابل مقایسه با اون داستانی نیست که مثلا مردم دارن کمک میبرن برای شهرستان خوی، راه و سپاه میبنده که کسی کمک نبره یا به مردم کمک توزیع نمیشه. اینها اصلا قابل مقایسه با اون نیست. این رو خواستم خدمتون بگم. فعلا اوضاع اینجا داره رو به جلو میره، پس لرزه میزنه. پس لرزه هاش هر کدوم اندازه زمین لرزه خوی هست، ولی خب داره به جلو میره و فکر کنم دیگه بار انرژیکی این زمین لرزه تموم شده باشه اینجا. ببینید شما فرض کنید یه زلزله با اون ابعادی که گفتم میاد، آب میره، برق میره، گاز میره، شبکه‌های تلفنی میره، همه چیز از بین میره، حدود 80% ساخت و ساز ما دچار آسیب جدی میشه. گفتم تعداد 4.5 میلیون نفر زخمی داریم. اینا رو نمیشه امداد کرد که. خیابونا بسته، آوار تو کوچه ها، اصلا مراکز درمانیمون هم شاید خیلی مقاوم نباشه. من اونا رو هم بررسی کردم، سال 72-74 تا 78 4 سال به صورت خودجوش با هزینه شخصی 110 بیمارستان رو در تهران مطالعه کردم. نتیجه من این بود که 78% بیمارستان های تهران بزرگ در شوک اولیه از بین میرن. ببینید اینا تبعات دیگه هم داره. مثلا وقتی میگیم یه بیمارستان از بین میره، شما فرض کنید که من دیگه وارد این ریزا نمیشم، جایی داریم که ما مواد رادیواکتیو داریم تو بیمارستان. اینا رو نمیخوام زیاد باز کنم، ولی من تمام اینا رو بررسی کردم. ببینید به محض تخریب شدن این مواد رادیواکتیو پخش در یه محدوده ای، داروهایی داریم که خب بزهکاری همیشه در زلزله ها توأم بوده باش. از طرف دیگه داریم که گاز، خب گازهای مناطق، گازهای شهری، خونه ها همه شعله بر و آتش سوزی دومین فاجعه خواهد بود که بلافاصله بعد از زلزله ما رو تهدید میکنه. نه تهدید میکنه، خواهد بود. بذارید یکم خیلی جدی تر صحبت کنیم. از نظر من شهر تهران رو باید ببندن،
ساخت و ساز توش انجام نگیره، توسعه انسانی و توسعه فضای اون رو محدود کنن، عملا شهر رو کوچکتر کنن. اگر این کار رو نکنیم تبعاتی خواهیم داشت که غیر قابل باوره. و اینا عرض کردم، اینا تا زمانی که تیک نزده زلزله سنج حرف حدیث صحبت، بعد از تیک اول این در جلوی چشم هممونه. خوشا به حال اون فردی که میخوام بگم، من از نظر ظاهری میگم، از نظر باطنی خدا میدونه، اون کسی که در شوک اول زلزله تهران از بین میره، تحمل تبعاتی که من در سناریوهای مختلفم برای تهران بررسی کردم غیر قابل تصوره. در رودبار منجیل تصویری هست ثبت شده که یک خانومی بود، یک پیرزنی، که بعد از اینکه در زلزله تمام افراد خانوادهش از دست داده بود، یه بلوک سیمانی رو برداشته روی سرش که بزنه و خودش رو از بین ببره. واقعا هم داستان همینه. یا دقت میکنیم یا با علم شهر رو مدیریت میکنیم یا تبعاتی رو باید تجربه کنیم. البته این تبعات فقط به مسئولین بر نمیگرده، به مردم هم بر میگرده. خود مردم هم باید بحثا رو دنبال کنن. برای سیاست مدارانمون هم من یه جمله رو میگم و به بحثم در این مقطع حداقل کفایت میکنم، این است که اگر زلزله با اون ابعاد بزرگ در تهران رخ بده، فرودگاه مهرآباد تبدیل میشه به مرکز امداد، چون هیچ رو دسترسی دیگه ای نداریم، ما فقط با هوایی میشه. همه اتوبانا و اینا، تمام اینا پلاش از بین میره، جاده در اثر لغزش های زمین فرو نشسته بالا پایین میشه، ترددی نیست، کوچه ها آوار میریزه، بسته میشه، آتیش همه جا، برق و آب و گازی نیست، امکان دیگه زیستن در تهران نیست، خطوط ریلی ما در جنوب شهر روی آب رفتن همشون، ریلا کج و موج میشه، دسترسی ما امکان نخواهد داشت. یه سناریوی بسیار آخر از زمانی فرض کنید و این رو ببینید که برای عزیزانی که در مسند هستن و امروز اگر تصمیم بگیرن که تصمیم بسیار با ثواب و آخرتداری خواهد بود، این است که خب تهران فرودگاه میشه مرکز امداد جهانی، سالهای سال ما درباره مسائل سیاسی با دنیا داریم صحبت میکنیم، کفایت میکنه که هواپیماهای بیگانه بشینن و هر داستانی هم که میخوان اون موقع میشینن به دلیل امداد. و فرض کنید که دیگه پایداری برای مسائل دیگه‌ای که سالهای سال بحثش بوده عملا در یک زلزله از بین خواهد رفت. باز کردن این مطلب زیاد جالب نیست، ولی دقت تمام مسئولان کشور به این امر یه بحثی است که بگیم با 30 سال اگر مبنا رو بذاریم زلزله رودبار منجیل یا زلزله بم، بعد از اون ما خیلی کوتاهی کردیم. این باید برای مسئولین ما یه امر بسیار حیاتی باشه. این مسئله سیاسی نیست، این مسئله اقتصادی نیست، این مسئله فقط به فقط باید توجه بشه که زندگی مردم، شهر تهران، ایران میتونه بعد از این زلزله تبدیل به یک ویرانه و مسائل دیگه‌ای که بعد از اون میتونه برای یک پایتختی که صدمه دیده، صدمه جدی،
لذا باید براش فکری کرد. اگر نکنیم که الان هم نمی کنیم در حقیقت، باید منتظر باشیم. چیز دیگه ای واقعا من نمیتونم متصور بشم. این بحث بحث جدیه، این بحث دقیقه، این بحث رو میدونیم. مثل همون کرونا، اجازه بدید اینجا بحث، ما میدونستیم باید واکسن بزنیم. اگه واکسن نمیزدیم 2 سال مردم طولانی وقت گذاشتیم که الان واکسن وارد باید میزدیم. اگر نزنیم ما باید همین 100,000 نفر یا 400,000 نفر، آمارها مختلف، افراد مختلف، یه پدیده شناخته شده است. نرسیم بهش تبعاتی خواهد داشت. منتها این تبعات این نیست که مثلا من کتم پاره شده، این تبعات این است که میلیون ها نفر در شهر تهران از بین میرن و چون تمام این افراد وابسته هستند در تمام گستره ایران بزرگ و افراد ایرانی که در خارج، همه به تبع اون یک تبعات بسیار ناگواری برای ایران بزرگ ما باید متصبر باشیم. قصه هم نیست، داستان هم نیست، سناریوهای خوبی نیست. امیدوارم رخ نده، امیدوارم تمام بحثای من اشتباه باشه. این بزرگترین آرزویی که من در زندگیم دارم که تمام مطالعات من در 30 و خورده سال همه اشتباه باشن. اولین نفری که خودم رو تشویق کنم که همش غلط باشم خود من هستم. واقعا امیدوارم همه مطالعات من غلط باشه، ولی اگر درست باشه سناریوهایی که گفتم بدتر از اون خواهد. درود بر شما دوستان و یاران گرامی. در این برنامه ما می‌خواهیم کتاب پشت پرده انقلاب اسلامی که خاطرات جعفر شفیعزاده یکی از پاسدارهای انقلاب هست رو برای شما بازخوانی کنیم. این علت این کاری که من می‌خواهم انجام بدم این هست که خیلی از ماها حوصله کتاب خوندن نداریم و دنبال نمی‌کنیم و کلاً دوست داریم که یک نفر بیاد و برامون ماجرا رو تعریف کنه، اصل ماجرا رو تعریف کنه و خودمون پیگیر نیستیم و دنبال نمی کنیم. من کاری که در این مستند انجام میدم، علاوه بر این که کتاب رو برای شما روایت میکنم، قسمت هایی از کتاب که شامل مثلا عکس ها یا فیلم ها و تصاویری هست که جدیداً روی اینترنت اومده و به کتاب مربوط هست رو بیرون میارم و به صورت مستند روی این روایت قرار میدم. همچنین کار دیگه‌ای که می‌کنیم تحلیل می‌کنیم که ببینیم کدوم قسمت‌های کتاب می‌تونه درست باشه و کدوم قسمت‌ها نادرست باشه. پس با ما همراه باشید در این برنامه، خیلی مهم هست و خیلی از روابط‌های پنهانی که ما هیچ موقع اونها رو نشنیدیم و ندیدیم، مثل مثلا پول‌هایی که قذافی به خمینی داد از طریق صادق قدس‌زاده، مثل غارت کردن موزه ایران باستان و موزه کاخ گلستان توسط امریکایی‌ها به دستور جیمی کارتر و یکی از سرهنگ‌های امریکایی که در این کار نقش داشتند، و انتقال اونها به اول لیبی و سپس به امریکا برای بیلی کارتر، برادر جیمی کارتر. همچنین روابط پشت پرده و فساد اخلاقی احمد خمینی، زن احمد خمینی، خود خمینی و بهشتی و نمیدونم دوست دختر بهشتی، خلاصه خیلی مطالب درون این کتاب هست، خیلی اسامی درون این کتاب اومده که اگه شما این برنامه رو گوش کنید بسیار بسیار آگاه خواهید شد. این برنامه رو حتما لایک کنید، اشتراک بگذارید و به دیگر دوستانتون هم بفرستید که این برنامه رو تماشا کنن. با ما همراه باشید با پشت پرده های انقلاب نکبتبار اسلامی. خب قسمت اول ماجرا از کجا آغاز میشه و این جعفر شفیعزاده چه کسی بود؟ جعفر شفیعزاده به گفته خودش یکی از پاسدارهای انقلاب اسلامی بوده که محافظ ویژه خمینی در نوفل و شاتو
و روزهای اول انقلاب اسلامی بوده. این کتاب زمانی نوشته میشه که جعفر شفیع‌زاده از ایران فرار کرده و در قطاری در کشور آلمان با یکی از ایرانیان که ناشر این کتاب هست روبرو میشه. اون فرد میخواد زنگ بزنه و شفیع‌زاده رو تحویل پلیس بده، چون که شفیع‌زاده از کسانی بوده که اول انقلاب جزو این کمیته ها بودند و اموال مردم رو غارت میکردن. ولی شفیع‌زاده میگه دست نگهدار و راضی میکنه طرف رو که فعلا این کار رو انجام نده. خیلی ها میگن که جعفر شفیع‌زاده وجود خارجی نداره، ولی که در دو فیلمی که در اینجا مشاهده میکنید میبینید که جعفر شفیع‌زاده وجود خارجی داشته. یک فیلم که بعد از سالها از اعترافات سید مهدی هاشمی، یکی از روحانیون تندرو اصفهانی و قحطریجانیست در واقع، و فیلم دیگری که در جمع پاسدارها شفیع‌زاده رو میبینیم که داره شعار میده. این دو فیلم اثبات میکنه که جعفر شفیع‌زاده وجود داشته، وجود خارجی داشته. و این استدلالی که خیلی از سایت های طرفدار جمهوری اسلامی یا بیرون از ایران، اون کسانی که در شورش 57 نقش داشتند و به بیرون از ایران گریختند، این استدلال ها و مدارکشون دروغ هست و جعفر شفیع‌زاده وجود داشته. میتونید این فیلم رو در اینجا ببینید. با خواست خدا و یاری پروردگار با همت برادران مسلمان این امید به شما میدهیم امام که امکان ندارد این کفار بتوانند در سرزمین اسلام ایران سر بلند کنند. هر لحظه سر بلند کنند سرنگون خواهد. نکته که باز در اینجا باید عرض بکنم، افرادی هستن که مرتکب این حادثه شدن، برادران جعفرزاده، شفیع‌زاده و ابراهیم بودند. ماجرای جعفر شفیع‌زاده به گفته خودش از یک دکان قصابی در شهر قحطریجان اصفهان شروع میشه و ایشون که 19 سال سن داشته در قصابی پدرش مشغول کار بوده و پدرش هم یک مردی بوده که گویا زیاد از آخوند خوشش نمی اومده و همیشه به جعفر شفیع‌زاده میگفته که جعفر از 4 چیز همیشه پرهیز کن: دیوار شکسته، زن سلیته، سگ هار و آخوند. و جالب هست که اون قسمت آخر، یعنی آخوند، رو خود پدر جعفر شفیع‌زاده به این قسمت افسوده بوده. و جالبتر این که آخوند طاهری رو لابد یادتون میاد، خیلی ها میگفتن بله این اصلاح طلب هست و غیره. اینجا در کتاب ازش یاد شده که آخوند طاهری که یک مرد ستمگری بود، یک آخوند ستمگر بود، دستور داد که پدرم که 2 پیش مرده بود رو به عنوان شهید در اصفهان به خاک بسپارن، که این هم نکته جالبی بود. حالا جالب هست براتون میگم که این دشمنی جعفر شفیع‌زاده با شاه از کجا آغاز میشه. اینها خب گفتم بهتون قصابی داشتن و توی قصابیشون گوشت می آوردن و می فروختن. آخوندها اون موقع شایع کرده بودند که گوشت یخ زده حرام هست. دیدید که آخوند هر چیزی رو سریعا از ما تحتش در میاره و عنوان میکنه حالا گوشت یخ زده حرام هست. مثل الان که گوشت یخ زده دارن از برزیل و نمیدونم این ور اون ور وارد میکنن و به خورد مردم میدن که معلوم نیست چه گوشت چه چیزی هست. اون موقع این خبرها نبوده، چون به نفعشون نبوده، میگفتن خب نه، گوشت یخ زده حرام هست. جعفر شفیع‌زاده که قصابی داشته، تو قصابی پدرش کار میکرده، اینها میرفتن گوسفند رو میآوردن و در داخل خونه‌ای که داشتن اونجا سر میبریدن و مشتری هم زیاد داشتند، مشتری گوسفند زیاد داشتند، گوشت گرم به اصطلاح. و چون که سهمیه گوشتگر محدود بوده برای استان اصفهان، یعنی برای تمام استانها، و گوشت یخی هم باید استفاده میکردن و ذبح بهداشتی باید استفاده میکردن، یه روز از اداره بهداشت میان
و آقای جعفر شفیع‌زاده رو که داشته ذبح غیر بهداشتی میکرده تو خونه سر میبریده میگیرن و ایشون به زندان میفته، میره دادسرای اصفهان به زندان میفته و به خاطر همین چند ماه زندان از شاهنشاه، از حکومت پادشاهی کینه به دل میگیره. ببینید چقدر دلیل احمقانه ای، خودش هم عنوان میکنه تو کتاب که چقدر احمق بوده و نمیدونسته که مثلا ذبح غیر بهداشتی یا کشتن گوسفند به صورت غیر بهداشتی به ضرر مردم هست و به خاطر همین موضوع ایشون به زندان میفته و از اونجا میشه دشمن حکومت پهلوی، یعنی کینه تو دلش رشد میکنه و جا میگیره. به هر روی ایشون 4 ماه به زندان میفته و بعد آزاد میشه و به گفته خودش یه پول و پله قرض میکنه و یه ماشین مزدا هم میخره و با اون میره اطراف قهدریجان مثل خراسان و غیره گوسفند میخریده و میبرده توی بیابونها سر میبریده و دیگه میبرده در خونه مردم و مشتریهاش تحویل میداده این گوسفندهایی رو که سر بریده و به اصطلاح گوشتی رو که تهیه کرده. یکی از مشتری‌های دائم این آقای شفیع‌زاده سید مهدی هاشمی بوده. سید مهدی هاشمی یک آخوندی بوده که به گفته شفیع‌زاده تو اون موقع کت شلوار می‌پوشید ولی فقط موقع‌هایی که رو منبر می‌رفت اونجا عبا و عمامه‌ای می‌شد و یکی از مشتری‌های ثابت قصابی اینها بوده و زمینه آشنایی جعفر شفیع‌زاده و سید مهدی هاشمی هم از اینجا فراهم میشه. وقتی که کتاب نوشته شده اینجور که پیداست هنوز سید مهدی هاشمی توی قدرت و توی حاکمه رژیم حاکم بوده و دیدید که تو فیلمی که براتون پخش کردم تو سال 66 بود که ایشون داشت محاکمه میشد و گویا ایشون در یک قتلی دست داشته، قتل یک معمم، یک آخوند و چند تا از زنان و مردان شهر که اون موقع سال چند سال قبل از انقلاب ساواک میاد ایشون رو دستگیر میکنه و حالا داستانهای بعدش. ولی به هر روی این سید مهدی هاشمی مشتری قصابی این جعفر شفیع‌زاده بوده و از اونجا زمینه ارتباط اینها فراهم میشه. جالب هست بدونید که سید مهدی هاشمی قبل از انقلاب این قتل آیت الله شمس آبادی رو انجام داده یا برنامه ریزی کرده و بعد از انقلاب به بهانه انجام اون قتل ایشون رو اعدام میکنن، ولی در واقع اصل داستان بر سر حذف رقبا از قدرت بوده که سید مهدی هاشمی و باند منتظری یکی از اون رقبای قوی بودن در این قضیه. سید مهدی هاشمی هم برادر سید هادی هاشمی هست که داماد خاندان منتظری هست. ببینید اینها مثل کلاف به هم دیگه این رشته ها بافته شدند و تافته شدند و باید این کلاف ها رو بیرون بیاریم ببینیم این خاندان ها به کجا متصل میشه. و یکی از دلایلی که منتظری از اون قضیه رهبری کنار کشید و اعتراض کرد و اینها همین قضیه که اعدام سید مهدی هاشمی بود، اینها داشتن با هم زمینه یک کودتا رو فراهم میکردن. همین منتظری که میگفتن پدر نمیدونم حقوق بشر نوین در ایران هست، همین منتظری، اینها رو فراموش نکنید دوستان. خب دوستان این قسمت رو من از روی کتاب میخونم چون یه دیالوگی هست بین سید مهدی هاشمی و جعفر شفیع‌زاده. ببینیم آخوندها از چه راههایی استفاده میکنن و فریب میدن افراد رو. اینجا سید مهدی هاشمی بلند میشه میاد در مغازه جعفر شفیع‌زاده و به جعفر میگه آقا جعفر، میدانی که من چندین و چند سال است که مشتری مغازه پدرت هستم و تا حالا هم همیشه از طرز کار شما پدر و پسر راضی بودم. من برای 2 هفته عده‌ای مهمان بسیار محترم از علمای مذهبی دارم. جمعی از آیت الله های مرجع تقلید هستند که لطف کردند و پس فردا به اصفهان می آیند. باغ حاج تراب درچه‌ای یا درچه‌ای را که می شناسی.
گفتم بله. حالا اینجا جالبه. گفت این دو هفته همه آنجا اتراق میکنیم، این 20,000 تومان هم خدمت شما باشد تا بقیهش را عرض کنم. راه حل های بازاری، حاجی بازاری، آخوند و غیره برای جذب کردن قشر ناتوان، قشری که از طبقات پایین اجتماعی هستن، یه پول نسبتا بزرگ حالا بهشون بدن به اون زمان که بذارن توی جیبشون و بگن این کار رو هم برامون بکن. خب طرف سریعا با کله انجام میده. این 20,000 تومان هم خدمت شما باشد تا بقیه رو عرض کنم. اولا که کسی نباید از این مهمانی اطلاع داشته باشد. ثانیا این دو هفته میخواهم شب و روز شما در آنجا باشید. ثالثا پول هم برای این است که بروی 15-16 تا گوسفند سالم پروار بخری و شبانه به باغ هاش تراب دورچه‌ای ببری. کار شما هم در این دو هفته که مهمان داریم ذبح گوسفندان و درست کردن کباب و کله پاچه برای مهمانان است. حالا بگو حاضر یا نه. من سید مهدی هاشمی را خیلی دوست داشتم، فکر میکردم آدم باسواد و رشیدی است. همه اهالی ده همینطور فکر میکردن. از آن گذشته من تا آن موقع هرگز 20,000 تومان پول نقد را یک جا ندیده بودم. این بود که بلا فاصله گفتم شما امر بفرمایید، شما اگر حکم قتل کسی را هم بدهید نه نخواهم گفت. ما خانزادیم آقای هاشمی. یاد گرفتید دوستان؟ این چنین آخوندها از قشر طبقات پایین جامعه برای فریب استفاده میکردن. خب جعفر شفیع‌زاده بلند میشه میره با 8400 تومن از اون 20,000 تومنی که سید مهدی هاشمی بهش داده یک 18 تا گوسفند پروار میخره و ور میداره میبره به باغ هاش تراب و میسپاره دست سید ابوالفضل که گویا باغبان باغ هاش تراب بوده و میگه اینها رو فعلا نگه دار و فردا بیا دنبالم از نجف آباد که بیایم تو این باغ و کارها رو انجام بدیم. و صبح بلند میشه میره پیش خانوادهش، یعنی پیش پدر و مادرش، و میگه که بله آقا امام رضا طلبید، من قرار هست برای دو هفته برم مشهد مقدس پابوس آقا. و به پدرش هم 2,000 تومان پول میده تا پدرش مطمئن بشه که همه چیز سر جاش هست و از نظر مالی مشکلی نداره. و شوهر خواهرش که فردی به اسم داوود بوده رو هم صدا میزنه، میگه داوود این وانت هم دست تو، کارهای مغازه رو این دو هفته انجام بده تا من برگردم. خودش و به داوود میگه که من رو برسون نجف آباد تا سوار ماشین بشم و برم اصفهان که اونجا منتظر این سید ابوالفضل بوده که بیاد ورداره و این رو ببره به باغ. که اونجا تعجب میکنه، میبینه که سید مهدی هاشمی و علی اکبر پرورش میان دنبال آقای شفیع‌زاده که اون رو با همدیگه سه نفری برن به باغ هاشتراب، یعنی به جایی که سید ابوالفضل بیاد علی اکبر پرورش اومده و سید مهدی هاشمی. علی اکبر پرورش رو هم که میشناسید، وزیر آموزش پرورش بود چندی پیش و یک آدم سرشناس در همین مجموعه جمهوری اسهالی ایران. علی اکبر پرورش اون زمان معلم هنرستان صنعتی اصفهان بوده و یکی از مشتری‌های ثابت منبر سید مهدی هاشمی بوده و از اونجا جعفر شفیع‌زاده اون رو هم میشناسه و با هم آشنایی داشتن. وقتی که شفیع‌زاده علی اکبر پرورش و سید مهدی هاشمی رو میبینه، به اتفاق هم سوار پیکان علی اکبر پرورش میشن و با هم راه میافتن به سمت باغ هاشتراب. اینجور که در کتاب نوشته شده، باغ هاشتراب یک جایی بین درچه پیاز و فلاورجان هست. اگه بخوایم این رو دقیق تر روی نقشه ببینیم به این صورت هست: این درچه پیاز هست، این فلاورجان هست، این قهدریجان هست، جایی که جعفر شفیع‌زاده درونش بوده، و شهر اصفهان در
اینجا واقع شده، این شهر اصفهان هست و این هم شهر نجف آباد هست. بسیاری از مسائل انقلاب اسلامی در همین نجف آباد شکل گرفت و به نوعی پایه های انقلاب نکبتبار اسلامی در این نجف آباد ریخته شد، چون که یک شهر مذهبی هم هست و یک شهر خیلی شیعی هست، خیلی این مسائل در اینجا ریخته شد. پس باغ حاج تراب اگه بخوایم روی نقشه ببینیم یک جایی بین دورچه و فلاورجان بوده. خب اینها میرسن به باغ و هر کدوم مشغول تدارکات برای مهمون ها میشن. سید ابوالفضل که باغبون باغ باشه با پسرهاش و جعفر شفیع‌زاده مشغول ذبح گوسفندا میشن. 18 تا گوسفند پروار گویا خریده بودن برای این کار و سید عبدالله هم که یکی از آشپزهای خیلی معروف بوده توی اصفهان، اون هم میاد برای تهیه کردن غذا و چلو کباب سلطانی برای شکم کارت خورده آخوندهایی که قرار هست به باغ حاج تراب بیان. احتمالا حاج تراب هم یکی از این حاجی بازاری ها یا کله گنده های اون منطقه بوده. کم کم آخوندها میان و مهمون ها تکمیل میشه و بهتر این قسمت رو از روی خود کتاب بخونیم، چون لیست اون آخوندهایی که اونجا هستن به صورت کامل اومده و چند نفر هم غیر مؤمن بودن در اون جلسه. اینو از کتاب بخونیم دوستان خیلی بهتر هست، چون که دقیق میتونیم بعدن بریم عکس های اینها رو سرچ کنیم ببینیم که چه کسانی بودن که در اون مهمانی باغ حاج تراب حضور داشتن. غذاها روی سفره‌ای که بر روی زمین پهن شده بود چیده شد و من هم رفتم تا آخرین قسمت کباب ها را بدهم. برای اولین بار همه میهمانان را کنار هم دیدم. سید مهدی هاشمی و پرورش دم در اتاق نشسته بودند و بقیه که روی هم رفته 15 نفر می شدند، 11 نفر ملا و 4 نفر شخصی دور سفره مشغول مزاح و شوخی و خنده بودند. یک آخوند عمام سیاه هم بالای سفره نشسته بود که از همه بلند قدتر، رشیدتر و خوش لباستر بود و معلوم بود که ارشد بر همه آنهاست. من آن موقع او را نمیشناختم، اما حالا همه مردم دنیا او را میشناسند. او آیت الله بهشتی بود. به جز آیت الله بهشتی بقیه کسانی که دور سفره مملو از غذا نشسته بودند و من بعدها آنها را شناختم و با آنها همکار شدم اینها بودند: محمد منتظری، پسر همون منتظری، آیت الله منتظری، جواد باهنر، شیخ صادق خلخالی، فضل الله محلاتی، طاهری، همون طاهری اصفهانی که امام جمعه اصفهان بود و خیلی اسهال طلبا بهش ارادت داشتن، خادمی، صانعی که الان اصلاح طلب شده و خیلی پدر معنوی اصلاح طلبا هست، صدوقی یزدی، دستغیب شیرازی، این فکر کنم همینه است که تکه تکه شد، چون یه دستغیب تو شیراز تکه تکه شد تو بمبگذاری، و مشکینی که همگی عمامه بر سر داشتند، و دکتر صلواتی، دکتر میناچی، غلام عباس توسلی و محمد هاشمی رفسنجانی هم جز لباس شخصی ها بودن. این محمد هاشمی رفسنجانی هم برادر همین اکبر هاشمی رفسنجانی، اکبر کوسه است. اینا هم هر کدوم به قولی سابقه های خاص خودشون رو دارن و برای خودشون جنایتکارانی هستن که میتونیم بریم و درباره شون جستجو کنیم. خیلی هاشون همون اول انقلاب توسط همدیگه ترور شدن، تو این کتاب یه چند تاش اشاره شده. این مثلا یه تعدادشون برای هم بمب میگذاشتن، چون که با همدیگه رقیب بودند و همدیگر رو میکشتن. باندهای مختلف آخوندی همدیگر رو ترور میکردن. خیلی جالب هست اون اوائل انقلاب بر سر قدرت. این قسمت هم دوستان خیلی جالب هست که روش و ترفندهای آخوندی برای اینکه مردم رو به اصطلاح خودشون خر کنن چگونه بوده. سید مهدی هاشمی از من خواست که بقیه رو هم صدا بزنم که همگی با هم غذا بخوریم. تا من سید ابوالفضل و سید عبدالله و پسران سید ابوالفضل را صدا بزنم و به اتفاق به اتاق برگردیم، میهمانان تقریبا صرف غذا را به پایان برده بودند و به جز تن تنی از آنها، از جمله شیخ صادق خلخالی، بقیه مشغول حلوا کشیدن و شل زرد خوردن بودند
با این همه آیت الله خادمی که من هم برایش احترام زیادی قائل بودم لب به سخن گشود و از اسلام گفت که بلی اسلام این است و در اسلام شاه و گدا نیست و طبق قانون خدا همه برابرند و برادر که سر یک سفره می نشینند و با هم دست در سفره می کنند. بله، یه لقمه نون مثلا داده به این بدبخت بیچاره ها که اومدن براشون گوسفند سر بریدن و نمیدونن باغبونشون بودن و اینها، از همونجا شروع کردن منت گذاشتن که بله اسلام این است، اسلام آن است و به این روش ها خر کردن که بله بین شاه و گدا هیچ فاصله ای نیست، از این روش ها و متد ها استفاده کردن. این نکته قشنگی بود که تو کتاب آورده شده بود. خب این مهمانی 15 روزه در باغ حاج تراب همینطور ادامه داشته و فقط تفاوتش به قول آقای شفیع‌زاده این بوده که چند نفر می رفتن و می اومدن. این تیکش رو از روی کتاب بخونیم، خیلی جالب هست که چه ها می کردن این آخوندهایی که اونجا جمع شده بودن در باغ حاج تراب، و نگاهی بیندازیم به اعمال و رفتار اینها از خود کتاب. در فاصله این سه وعده غذاخوران مفصل، آقایان مشغول مذاکره و گفتگو بودند، آن هم در اتاق دربسته و بدون اینکه کسی اجازه داشته باشد وارد اتاق شود. دو روز اول خیلی سختگیری می شد، اما کم کم از شدت مراقبت ها کاسته شد تا آنکه نخستین شب جمعه فرا رسید. آن شب 3 نفر از آقایان با رسیدن غروب رفتند. این 3 نفر بهشتی، خادمی و دستغیب شیرازی بودند. بقیه ماندند و من برای اولین بار در عمرم شاهد مجلسی از آنها بودم که تا آن موقع تصورش را حتی در خواب هم نمی کردم. از ساعت 9 شب و پس از صرف شام کنار بساط منقل و تریاک که همه روزه بعد از نهار و شام برپا بود، بوی مشروبات الکلی هم به مشام می رسید. اما من هرچه چشم می دوختم از بطری و شیشه مشروبات اثری نمی دیدم. این را هم همینجا بگویم که 2 روزی بود به دستور سید مهدی هاشمی بعد از صرف نهار و بعد از صرف شام و نهار من پشت و یا در کنار در ورودی اتاق می نشستم تا دیگران و از جمله سید ابوالفضل یا سید عبدالله یا هر غریبه دیگری وارد اتاق نشود. آن شب برای من موضوع مشروب خوری آقایان چندان مسئله‌ای نبود، چون خود من هم مثل آنها نماز می‌خواندم، روزه می‌گرفتم و به زیارت می‌رفتم و روزهای تاسوعا و عاشورا هم زنجیرزنی می‌کردم، اما شب‌های جمعه هم لبی با عرق تلخ می‌کردم. می بخور، منبر بزوزان، مردم آزاری نکن برای من هم در ردیف یکی از دستورات مذهبی بود. بنابراین اشکالی نمی‌دیدم که آقایان علما هم همین شیوه مرضیه را پیشه کرده باشند. مسئله برای من همچنان پیدا کردن سرچشمه این مشروبات بود و نخوردن آن. اینجاش رو دوستان داشته باشید، خیلی جالبه. از ساعت 11 شب نقنق زدنها شروع شد. محمد منتظری و ثانعی بیشتر از همه پرورش را سوال پیچ کرده بودند که پس چرا نمی آیند؟ صبح شد، پس کی می آیند؟ و پرورش هم همگی را به صبر دعوت میکرد. گویا این پرورش مسئول خانم بیاری و این علی اکبر پرورش خانم بیار بوده و مجلس بزم و اینها این تدارکات چی آخونده این بوده. و میگفت عجله نکنید، زودتر از 12 تا 1 نمیآیند. شب بوده، شب جمعه است و شب جمعه هم نهار بازار اینهاست. من پیش خودم فکر میکردم که لابد آقایان در انتظار آیت الله بهشتی و خادمی و دستغیب هستند، اما وقتی ساعت 12:30 شب میهمانان تازه وارد رسیدن، کم مانده بود که در آن سن و سال سکته کنم. میهمانان تازه وارد 2 زن بی‌حجاب و آرایش کرده و 4 مرد بودند که در دست مردها جعبه ویولون، تار، سنتور و ضرب دیده میشد. چهره‌های آنقدر آشنا بود که گمان میکنم سید ابوالفضل دورچه‌ای باغبان هم آنها را میشناخت. فضای اتاق که کم کم سرد شده بود با حضور میهمانان تازه از راه رسیده دوباره گرم شد و فریاد احسن و تبارک الله ملاها شور و حال تازه‌ای به میهمانان داد.
رفتار تازه واردها طوری بود که میشد فهمید بجز علی اکبر پرورش کس دیگری را نمیشناسند. این را هم باید اضافه کنم که از همان روز اول و دوم میهمانان سید مهدی هاشمی تا هنگامی که در باغ بودند با پیژاما و یا شلوار و پیراهن معمولی و بعضی بدون یقه زندگی میکردند و عبا و عمامه تنها در صورت خروج از باغ مورد استفاده قرار میگرفت و به این ترتیب قیافه و لباس ظاهری آنها بیشتر شباهت با حاجی بازاری ها داشت و نه علمای اعلام. از یکی دو نفرشان هم که بگذریم بقیه چندان از ته گلو و آخوندی صحبت نمی کردن که در نظر اول ملا بودنشان معلوم شود. من همه تازه واردین را می شناختم. آنها هنرمندان دسته ارکستر کاباره زیرزمینی هتل آلی قاپوی اصفهان بودند. این هتل آلی قاپو که در خیابان چهارباغ قرار داشت و هتل بسیار خوبی هم بود، زیرزمینی داشت که رستوران هتل بود و شبها برنامه ساز و آواز و رقص هم در آن اجرا میشد. همین معین خواننده هم کارش را از آنجا شروع کرد. به هر حال این دو زن هم که آن شب به باغ هاش تراب آمده بودند از هنرمندان آنجا بودند و نام یکیشان الهام و دیگری نرگس بود. هر دو رقاصه بودند و نرگس که کمی هم چاق بود از همان لحظه اول توجه ملاها را به خود جلب کرد. این کلا آخونده علاقه هم به این زنان چاق دارن، نمیدونم میگن حاجی پسند، بین خودشون هم یه واژه دارن میگن حاجی پسند، زنانی که چاق هستن و نمیدونم رونهای بزرگ دارن حاجی پسند هستن. گفتم که از لحظه ورود الهام و نرگس رقاصه‌های زیباروی هتل آلی قاپو میهمانی رنگ و روی دیگری گرفت. اصرارهای پی در پی باهنر و محمد منتظری برای آن که دو رقاصه زیبای اصفهانی پای بساط منقل و تریاک بنشینن بیفایده بود. حتی لب به مشروب هم نزدن و من در دنیای از حیرت از خود میپرسیدم ببین کار دنیا رو. روزگار به کجاها کشیده که رقاصه و مطرب شهرمان از می و مشروب و تریاک و فسخ و فجور پرهیز میکنند و در عوض علمای دینمان جملگی نشعه و دلبسته منکرات هستند. یکی دو بار هم خلخالی که تریاک نمیکشید اما لودگی میکرد و سیاه مست هم بود سعی داشت دستی به تن و بدن رقاصه ها بکشد که هر بار با اعتراض شدید رقاصه ها روبرو شد و لاجرم کنار کشید. در میان اعضای ارکستر یک نوازنده نابینا هم بود که حالا اسمش را فراموش کردم اما مطمئنم که مردم اصفهان همه او را می شناسند. وقتی مجلس در اوج عیش و نوش بود آهسته بیخ گوش من گفت فلانی از این اشخاص که اینجا هستند یکی دوتایشان شیخ و عمامه به سر نیستند. خواستم بگویم چرا بیشترشان اما نمی دانم چرا، چون طرف اعتماد سید مهدی هاشمی قرار گرفته بودم دلم نیامد مرز این اعتماد را بشکنم. این بود که گفتم نه و بلا فاصله پرسیدم چرا این سوال را میکنی؟ گفت حرف زدنشان مثل آخونداست. از ساعت دو بعد از نیمه شب وقتی که رقص عربی و هندی شروع شد و رقاصه ها با پوشیدن لباس های مخصوص سرگرم کار خودشان شدند، قیافه ها تماشایی تر شده بود. حالا کم کم خلخالی با آن شکم گنده و هیکل خنده آور از جا بلند شده بود و در رقص عربی و هندی به تقلید از الهام و نرگس می پرداخت. شیخ یوسف صانعی نیز با آریه گرفتن فلوت یکی از اعضای ارکستر آنچنان با آنها هم نوایی می کرد که گویی یکی از نوازندگان حرفه‌ای است. آن شب بساط بزن و بکوب تا 5 صبح ادامه داشت و سرانجام وقتی هنرمندان خسته و کوفته به شهر بازگشتند و مردان مذهب نیز مست و خسته تر از آنها هر یک در گوشه از اتاق به خواب رفتند، تازه دنیای بیداری من و دنیای سوال و جوابهایم آغاز شد. خب ماجرای باغ هاش تراب هم همینجا تموم میشه و جعفر شفیع‌زاده 20,000 تومن دیگه از سید مهدی هاشمی دست خوش میگیره، انعام میگیره و بسیار هم خوشحال بوده و اینجا یک جمله جالب داره که میگوید که به من چه که خلخالی میرقصد یا صانعی خوب فلوت میزند و دیگران مشروب میخورند، حساب و کتاب بهشت و جهنم آنها که با من نیست، شاید هم اجازه دارند. و خودش رو توجیه میکنه جعفر شفیع‌زاده چون که به قول خودش داره پولدار میشه و
این چنین هست که افراد بازاری، بازاری های مذهبی، افراد فرودست جامعه رو می خریدند و به این کارها می گماشتند. مهمونی درون باغ تموم میشه و خود شفیع‌زاده میگه که تنها تفاوتی که حالا وجود داشت این بود که جعفر شفیع‌زاده قصاب 16 روز پیش حالا با انعام ها و دستمزد هایی که از سید مهدی هاشمی و آیت الله بهشتی گرفته بود 85,000 تومان پول نقد در جیب داشت که تا 20 روز پیش خوابش را هم نمیدید. اینها را در مقدمه شرح این دوران از زندگیم برای این گفتم که بدانید وقتی میگویم همه چیز از یک بعد از ظهر گرم تابستان در سال 1154 شروع شد برای چه بود. اینجا 3 سال قبل از انقلاب بوده و 1154 3 سال قبل از انقلاب. بعد از این جلسه سید مهدی هاشمی وقتی که میخواست خداحافظی کنه با جعفر شفیع‌زاده میگه چهارشنبه آینده، هفته آینده بیا به مقابل میدان علی قاپو با هم میخواییم بریم اداره گذرنامه. یک گذرنامه برای جعفر شفیع‌زاده تهیه میکنه و جعفر شفیع‌زاده هم که میبینه از این راه داره پول زیادی گیرش میاد و همینجور داره پولدار و پولدارتر میشه، خوشحال و خوشنود بوده. بعد وقتی که گذرنامهش آماده میشه اوایل مهر ماه 1154 سید مهدی هاشمی و جعفر شفیع‌زاده به اتفاق غلام عباس توسلی با هواپیمای ایر فرانس میروند و پرواز میکنند به پاریس میروند. خود شفیع‌زاده تعریف میکنه که وقتی به پاریس رسیدم از خوشحالی روی پاهایم بند نبودم. من کجا و پاریس کجا؟ آیا اگر سید مهدی هاشمی نبود من میتوانستم به پاریس بیایم؟ حتما نه. و به پدر مادرش جعفر شفیع‌زاده میگه که میخوام به همراه سید مهدی هاشمی برم نجف و درس نمیدونم حوزه بخونم و از این دروغ ها. خوشی های جعفر شفیع‌زاده در پاریس زیاد ادامه پیدا نمیکنه چون که ظرف 1 هفته ایشون اعزام میشن به دمشق برای دیدن یک دوره نظامی. طبق گفته خود شفیع‌زاده در اون اردوگاه که در دمشق بوده 32 نفر ایرانی که بیشترشون دانشجو و تحصیل کرده بودن حضور داشتن که اومده بودن دوره های چریکی و دوره های مسلحانه ببینن در سوریه. اینها زیر نظر یک سرگرد سوری به اسم حامد محمد سودانی شروع میکنن به دیدن دوره های چریکی. یکی از نکات جالبی که شفیع‌زاده تعریف میکنه از دوره هایی که در اردوگاه دمشق دیده این بود که بابی سندرز و حتی خیلی از دیگر چریک ها از سایر نقاط دنیا مثل آمریکا، مثل انگلستان و کشورهای دیگر جهان می اومدن که دوره ببینن. تنها کسی که زیاد سواد نداشته میون اون 32 ایرانی خود شفیع‌زاده بوده و اتفاقا می شود بهترین، یکی از بهترین چریک های اون جمع. خود شفیع‌زاده میگه که من تا کلاس 6 سواد داشتم و این دوره رو کامل به اتمام می رسونن. ولی در روز آخر، روزهای آخر دوره، یک دستوری میدن که خود شفیع‌زاده میگوید که من از این دستور به خودم لرزیدم و تا صبح خوابم نبرد. گفتن که فردا صبح باید یک تعداد افسر سوری رو اعدام کنی و شفیع‌زاده میگو من تا اون روز دستم به خون انسان آلوده نشده بود و از این موضوع خیلی حراس داشتم، خیلی ناراحت بودم. من به جمع کردن بهترین های اردوگاه و اونها رو میارن برای اعدام افسران سوری که مخالف حافظ اسد بودن. ببینید اینها روابطی که با رژیم اسلامی دارن از کجا آغاز شده، یعنی چریک هایی که بر ضد نظام پادشاهی می جنگیدن رو اینها دوره می دادن در سوریه، همین سوریهی که چوبش رو خورد و ویران شد. عملیات تیربارون افسران سوری باید جلوی برادر حافظ اسد یعنی رفعت اسد برگزار می شده و یک روز قبلش تمرین میکردن روی آدمک هایی که در نقطه قلبشون پلاستیک های خون بوده که اینها اولین خون رو که میبینن نترسند. به هر روی جعفر شفیع‌زاده میگوید که من اولین خونم رو در
سال 1977 ریختم، خون افسران سوری بود که مخالف حافظ اسد بودند. در این مدتی که شفیع‌زاده در اردوگاه دوره‌های چریکی در دمشق هست، خبر بهش میرسه که از طریق فردی به اسم آقای رازی که مترجم اردوگاه بوده، خبر میرسه که سید مهدی هاشمی در ایران بازداشت شده. شفیع‌زاده تصمیم میگیره که از اردوگاه فرار کنه و بره اون مهدی هاشمی رو نجات بده، که در هر دوبار که تلاش میکنه برای این موضوع دستگیر میشه و 15 روز انفرادی به شفیع‌زاده میدن و بازداشتش میکنن. اینجا میخونیم وقتی که پایان دوره آموزشی فرا گرفت چه شده است. با پایان گرفتن دوره آموزشی من در دمشق، سرگرد حامد محمد سودانی و سایر مربیان اردوگاه خیلی تلاش کردند تا مرا همانجا نگاه دارند و در یک واحد چریکی که به مواضع اسلاید حمله می کرد به کار وادارند. اما من همیشه تفره می رفتم و دلم می خواست هرچه زودتر به ایران برگردم، پدر و مادرم را ببینم، برنامه فرار سید مهدی هاشمی و شفیع‌زاده ها را از زندان به مرحله عمل درآورم و در ذهن ببینم آن قرار سید مهدی هاشمی برای این که ماهیانه 30,000 تومان به حساب من بریزد پس از دستگیری او عملی شده است یا نه. خب الان جعفر شفیع‌زاده دورش رو تموم کرده و از دمشق دوباره میخواد برگرده به پاریس و نگران حال پسرعمش جعفرزاده و یکی از آشناهاشون که اون هم نامش شفیع‌زاده هست و خود سید مهدی هاشمی هست که اینها همه دستگیر شدن توسط ساواک به جرم قتل آیت الله شمس آبادی. آیت الله شمس آبادی هم یه روحانی بوده که با این آخوندهای این چنینی که میخواستن انقلاب کنن مشکل داشته و از طرفداران حکومت پادشاهی بوده. روزی که فرودگاه دمشق را به سوی پاریس ترک کردم، دیگر آن جعفر شفیع‌زاده قصاب قهدریجانی نبودم. حالا دیگر از زندان، زخمی کردن، کشتن، انفجار و تخریب نمی ترسیدم. حتی جان کندن انسانهای بیگناه هم مرا معذب نمی ساخت. وقتی درون هواپیماهای سوری نشستم و هواپیما تا اوج آسمان پرکشید، احساس می کردم یک نظامی، یک سرباز، یک گروهبان، یک افسر و حتی یک جنرال هستم. این را در اردوگاه به ما تلقین کرده بودند. اما بعدها در جریان جنگ بیهوده ایران عراق دریافتم که برخلاف آنچه به ما گفته بودند، نظامی ها آدم کش نیستند. دریافتم هیچ نظامی باشرفی طالب جنگ نیست. نظامی ها صلح را دوست دارند و فنون نظامی را فرا می گیرند تا صلح وجود داشته باشد. دریافتم کشتن، تخریب و ترور و شکنجه کار تروریست هاست که به غلط لباس نظامی می پوشند و من شاگرد قصابی که حتی نتوانسته بودم به دبیرستان بروم، نه تنها نظامی نبودم بلکه جانی و تبهکار بی احساسی بودم که دیگران به خاطر منافعشان مرا به بازی گرفته بودند. بعدها در ایران و در جریان روزهای انقلاب دانستم که به خاطر پول و عقده هایم خود را، شرف و ایمانم را، خانواده‌ام را و وطنم را، به همه چیزهایی که داشتم قربانی متامع و هدف و هوس‌های ملاهای بی سیرت کردم. اما به هر حال آن نیم روز گرمی که دمشق را با هواپیما به سوی پاریس ترک می کردم سراپا غرور بودم. هزاران طرح و نقشه با خود داشتم که خیال می کردم به محض رسیدن به ایران و اصفهان همه را به مرحله عمل در می آورم و از این را نه تنها سید مهدی هاشمی و قوم و خویش‌هایم را از زندان نجات می دهم، بلکه با دست بر زدن به بانک‌ها و تهدید ثروتمندانی که در اصفهان می شناختم خودم و همه را پولدار می کنم. وقتی در فرودگاه اورلی پاریس از هواپیما پیاده شدم و برای گرفتن چمدانهایم قصد خروج از طبقه اول ساختمان اورلی داشتم، در کنار غلام عباس توسلی 3 نفر دیگر را نیز به انتظار خود دیدم. آنها را هرگز ندیده بودم، اما امروز همه آنها نامهای شناخته شده بین المللی هستند. صادق قدزاده، ابوالحسن بنی صدر و حسن ابراهیم حبیبی مستقبلین تازه آشنای من بودند. بله. آقای شفیع‌زاده میرسه پاریس و دار و دسته شورشیان 57 به استقبالش می‌دوند.
حالا داستان‌های پاریس بسیار هست و صادق قطب‌زاده کسی بوده که خودش پیشنهاد فرستادن جعفر شفیع‌زاده به اردوگاه سوری رو داده. و کار این صادق قطب‌زاده چه بوده؟ صادق قطب‌زاده تریاک‌هایی که سید مهدی هاشمی از ایران می‌فرستاده درون پاریس توزیع می‌کرده و صادق طباطبایی هم این تریاک‌ها رو در آلمان توزیع می‌کرده. صادق طباطبایی کی هست؟ صادق طباطبایی برادر زن احمد خمینی هست که تا چند سال پیش هم زنده بود و در همون خارج سقط شد. دفتر صادق قطب‌زاده هم در محله پیگاله پاریس بوده، به قول شفیع‌زاده محله بدنام پیگاله پاریس، که قطب‌زاده در اینجا برای در این دفترش که در این محله بوده برای تریاک کشیدن به هر روی توزیع تریاک ها خانم آوردن برای همین شورشیان 57 دار و دسته خمینی که اومده بودن نوفل و شاتو و ضبط فیلم های اونها استفاده میکرده، فیلم های سکسی اونها رو در واقع ضبط میکرده، نگه میداشته و ازشون باجخواهی میکرده و همین باجخواهی سبب اعدام صادق قطب‌زاده میشه به گفته جعفر شفیع‌زاده که یکی از فیلم های احمد خمینی رو هم در اختیار داشت. جعفر شفیع‌زاده به محض اینکه میاد در داخل دفتر قطب‌زاده تلفن زنگ میزنه و گوشی رو ور میداره و با تعجب میبینه که داوود شوهر خواهر جعفر شفیع‌زاده است و بعد هم تلفن رو میده به پدر و مادر جعفر شفیع‌زاده صحبت میکنه. خیلی خوشحال میشه، خب طبیعتاً چند مدتی است که در اردوگاه بوده و توانسته با خانوادش تماس بگیره. وقتی با پدر مادرش صحبت میکنه میگه که آقای طاهری اصفهانی در خواب دیده که حضرت رضا ما رو به پابوسی طلبیده و پول سفر مشهد رو هم خود طاهری داده و گفته که به جعفر بسیار حضرت رضا گفته که به جعفر بسیار سلام برسان و بگو در راه خدمتی که در راه اسلام میکنی بسیار قابل اهمیت هست. این آخوندها هم هر جا نیاز باشه که یک چیزی رو تقدس بهش بدن، یه چیز رو ماورایی کنن، سریع خواب میبینن آقا خواب دیدم حضرت رضا آمد، خواب دیدم حضرت صادق گفت، حضرت باقر گفت، حضرت علی اومد. این خوابهای مصلحتی رو میبینن تا یه چیزی رو مقدس کنن و مردم رو گول بزنن. الان هم برای اینکه این شفیع‌زاده رو یه خورده مثلا نرم کنن و همراه کنن، اینجوری یه خواب مصلحتی هم فوری برای این فرد دیدن. حالا جالب هست این گفتگوی تلفنی رو برای این ترتیب داده بودن که احتمال میدادن جعفر شفیع‌زاده برگرده و به ایران بره، خواستن با این گفتگو این فرد رو راضی نگه دارن که فعلا در پاریس بمونه و به ایران باز نگرده تا ازش در موارد دیگه استفاده کنن. شخصی که بیشتر کارهای مالی و بانکی شورشیان 57 رو در پاریس انجام میداده کسی نبوده جز احمد سلامتیان که با چهرش احتمالاً آشنا هستید، بیشتر تو بی بی سی لافت و شک میندازه. و قطب‌زاده میگه که فردا با سلامتیان برو یک حساب بانکی برات باز کنه و به جعفر شفیع‌زاده میگه که آماده باش که در سفر بعدی مهمان جنرال قذافی خواهی بود، یعنی به لیبی خواهند رفت به اتفاق صادق قطب‌زاده.
آینده اوتون ایران، آینده اوتون آذربایجان، یاشاسون شاهزاده رضا پهلوی، جاوید شاه.